سلام دوستان راشل هستم آسترولوژر شما پایگذار و معرف آسترولوژی در ایران از سال 2015 میخوام براتون در مورد هوروسکوپ ماه گرفتگی ماه کامل نشان ترازو البته با چند روز تاخیر صحبت کنم اگر مایل به پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید صفحه اوریژینال هوروسکوپ فارسی رو در فیسبوک تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید خب امروز 28 مارچ 2024 و ما ماه گرفتگی نشان ترازو رو پشت سر گذاشتیم قرار بود که زودتر براتون ویدیو بدم اما به دلایلی به تاخیر خورد بعد از تبریکات نوروزی که با هم دیگه داشتیم ویدیویی که براتون دادم فکر کردم که حالا الان باید درباره ویدیو صحبت بکنم بعد دوباره برای شما درباره ماه گرفتگی حرف بزنم خب من خواستم که این بار تبریک حضوری بهتون بگم سال نو رو و بعضی هاتون گفتین که کیفیت صدا صدای راشل نیست اونجوری نیستش که همیشه بوده چون که خب الان من دارم حرف میزنم میکروفون جلوی دهنم نشستم دارم صحبت میکنم اما اونجا من میکروفون نداشتم با موبایل دارم ضبط میکنم موبایل از من دوره بعد دارم یه جوری فریاد میزنم که صدام توی موبایل به موبایل برسه بعد در آخرم تازه خیلی نرسید باز با ادیتور صدا رو بلند کردم در, حقیقت نویز داره هوا داره توی فضای خونه صدا میپیچه به همین دلیل کیفیت صدا شبیه اون چیزی نیستش که وقتی دارم با میکروفون صحبت میکنم وقتی اما با میکروفون با شما حرف میزنم درباره هوروسکوپ راحت دارم حرف میزنم خودمونی دارم حرف میزنم وقتی که دارم براتون تبریک سال نو میگم کنار سفره هفت خب نوروز یک مراسم رسمی لباس رسمی آرایش رسمی صحبت رسمی بنابراین اینا همش خب بستگی به جایگاهی که آدم داره با همدیگه صحبت میکنه یه وقتی هستش که خودمونی، یه وقتی هستش که صحبت ها رسمی مدل آدم رسمیه لباسی که پوشیدم یک لباس رسمی طرح پارچه سه هزار سال قدمت داره در ایران باستان چون نوروز یک جشن باستانیه من سعی کردم که همه چیز حالت ایرانی باستان داشته باشه دکور خونه دکور خونه حالت کویری داره این قسمت از خونه برای همین حالت کویر ایران اون اون آجرایی که روی دیواره اونها رو همرا خودم چسبوندم دیگه اینا رو براتون بگم که سوالهای ذهنتون رو جواب بدم که آرامش بگیرید بعد خونه من هر قسمتش دوست دارم یه جوری یک شبیه یک فرهنگ سنتی باشه مثلا یه قسمت شبیه فرهنگ ترکمنی با پشتی های ترکمن قالی های ترکمن شیشه های رنگی به پنجره یه قسمت شبیه فرهنگ مصر باستانه اینجا رو خب باید شبیه م... یعنی باید قسمت ایران برای شما فیلم می گرفتم و این قسمت شبیه معماری م... کویری ایران این قسمت از خونه خلاصه که <تصفح> سعی کردم که همه خیلی سنتی و باستانی باشه برای شما و فرهنگ ایران باستان رو در حقیقت خواستم که توی, توی اون توی اون انرژی که دارید دریافت میکنید منتقل کنم بهتون ترهایی که روی لباس هست روی پارچه هست اونها همه خودشون داستان داره اون دایره ها همه طرح گلکسیه خیلی جالبه طرح کهکشانه که ما اون زمان سه هزار سال پیش در ایران باستان روی پارچه طرح مرکز گالاکسی رو می زدن های مختلف کهکشان های مختلف خلاصه این که براتون یه عکس خودمونی هم گذاشتم با لباس خونه که تاج گل روی سرم بود یه عکس جدید هشتم مارش به مناسبت روز زن همسرم اون تاج گل رو گذاشت روی سرم از هم یه عکس گرفت اون لباس خونه بود خیلی غیر رسمی اینه که هم رکس خب فیلم رسمی بود ویدیو رسمی بود و اینا فقط خواستم که حضوری بهتون تبریک بگم بعدم اینکه خب حالا بعد از این صحبت ها امیدوارم که ریلکس شده باشین راحت شده باشین بریم سر صحبت هامون در مورد ماه گرفتگی من خیلی عجله نکردم برای اینکه بخوام ویدیو ماه گرفتگی رو براتون بدم ملت این بود که این داستان ماه گرفتگی تازه انرژیش حالا هنوز گور نگرفته این انرژی گور گرفتگی میرسه تا وقتی که خورشید گرفتگی اپریل اتفاق میفته مرکوری برگشتی داره شروع میشه مرکوری در مسیر خودش خیلی پیوندهای مهم داره این بار در نشان قوچ و با کایران کلا سه بار دیدار میکنه در پیوند با نود شمالی مستقیم میشه با خورشید دیدار میکنه با ونوس دیدار میکنه ونوس با نود شمالی دیدار میکنه و واقعا ما در مورد رابطه هامون و سرمایه گذاری روی آدم ها و روی دیگران رابطه ها ما به شدت تحت تغییرات قرار میگیریم یعنی یک انرژی نو در حال متولد شدنه و با این حجم انرژی که الان داریم در نشان ماهی بدون شک که بدون شک ما خیلی از رها کردن ها رو باید تجربه بکنیم ببینید اولا اینکه تا وقتی که نپتون در نشان ماهی هست ما این رها کردن ها رو زیاد داریم یعنی ما نمیتونیم اصلا بگیم که کی تموم میشه این داستان الان تموم میشه فردا تموم میشه نه تا وقت نپتون در نشانه ماهی هست که از 2012 اومده و این داستان شروع شده فکر کنید شما نسبت به خودتون از سال 2012 ببینید چقدر الگوهای فکری و ذهنی شما شکسته شده خیلی زیاد خیلی زیاد یعنی ما از قبل از 2012 واقعا میتونیم بگیم یکی دیگه بودیم نه که بگی چون زمان گذشته اینجوری شده نه از مثلا فرض کنید از 1995 تا 2012 ما چقدر مگه فرق کردیم خیلی کم اما از 2012 تا الان ما زیرو رو شدیم بنابراین نپتون که اومد توی نشان ماهی این پروگرام زودایی و شکستن پروگرام ها از از روح ما شروع به اتفاق افتادن کرد وقتی که میخواد پروگرام زدایی بشه اول اون سناریو ها ساخته میشه اینو توی اون ویدیو سال نو هم براتون گفتم اول سناریو ساخته میشه که اون اون چیزی که در درون ما در زمین ناخداگاه ما اون الگوی رفتاری که هست اون بیاد بالا یعنی اول سناریو سازی میشه که اون دیده بشه مطرح بشه تا بعد شکسته بشه و بخواد التیام پیدا بکنه و جایگزین بشه بعدش با یه چیز دیگه بنابراین ما از مسیر 2012 تا 2024 الان هممون یه جورایی در این شرایط هستیم که تجربه تکراری پروگرام های درونی خودمون الگوهای درونی خودمون بعد ریزش اونها بعد مراحلی که بخوایم از اونها هیل بشیم همه اتفاق افتاده بخصوص خصوص 2019 20 21 22 دیگه این شدت گرفته ببینید اگر بخوایم که توی ویدیوهای قبلی هم براتون گفته بودم بخوایم دست بندی بکنیم میتونیم بگیم 2020 تا 2025 اگر یادتون باشه من 2020 تا 2025 رو توی یه دونه این کاتگوری گذاشته بودم 2020 تا 2025 یک فازیه که پایان دنیای قدیم و تولد دنیای جدید داره اتفاق میفته در ما از 2020 چجوری بگم ریزش شروع شد یعنی اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم دنیای قدیم بیجون شده مرده اگر خوب حسش بکنید میبینید که انگار که نیست حالا الان باز داره یک کم انرژی جدید رو داریم حس میکنیم ولی به خصوص 2021 دیگه واقعا نبود یعنی نگاه که میکردیم حالا اونا که به انرژی حساسن شاید دریافته باشن این انرژی رو که انگار دارن توی یک انگار دارن توی یک دنیای ساختگی بیجونی که ریخته روز روزمرگی تقیم میکنیم اینطوری بود و سال 2022 یعنی بعد از اون پیوندی که سال 2020 داشتیم در ژانویه در نشان کپریکورن پلوتو ساترن که این انگار یک بیگ بنگ اتفاق افتاد ترکید اون دنیا اما ما نفهمیدیم فوری چون ما تو عالم انرژی خب نیستیم ما تو عالم ماده ما نفهمیدیم که چطوری شد اون دنیا ولی اون دنیا شروع کرد ریختن و ریختن و ریختن تا اولین اولین اشعه های نور از دنیای جدید در اپریل 2022 خورد یعنی زمانی که ما در نشان تارس خورشید گرفتگی داشتیم این خورشید گرفتگی ماه اپریل در نشان تارس این یک روزنه از دنیای جدید بود که شروع کرد تابیدن به این دنیای مرده ما و ما فکر کردیم که داریم جون میگیریم اما قافل از اینکه ماه می ما ماه گرفتگی اقرب اتفاق افتاد و این اقرب چیکار میکنه این اقرب دوباره میره الگوهای دفن شده زیر خاکی رو از زیر خاک میکشه بیرون چرا اینو کشید بیرون ما مثلا مگه یونیورس آزار داره که بخواد مثلا این روزنه داره میاد روزنه نور بعد یه دفعه یه چیز دیگر رو بکشه بالا مثلا دوباره از دفن شده ها از دفینه ها بیاره بالا نه آزار نداره در حقیقت ما با اون پترن ها یعنی ما با اون الگوهای فکری رفتاری معیارها با اونا نمیتونستیم وارد از اون از اون سوراخ نمیتونستیم وارد بشیم و ما باید عوض میشدیم مثل اینه که مثلا من دارم میرم یه کشور دیگه زبون اون کشور رو ندونم این حالت نمیتونستیم وارد اون قلم رو بشیم و باید آداب و رسوم و زبون انگار اونها رو یاد میگرفتیم و آداب و رسوم خودمون رو کنار میذاشتیم یه همچین حالتی مثال دارم میزنم نه اینکه حالا حتما منظورم اینه که با اون تفکر با اون اخلاق با اون معیارهای ذهنی ما نمیتونستیم وارد بشیم برای همین اون ماه گرفتگی ماه در نشان اغرب اومد اینها رو ریخ بیرون مهمترینش چی بود؟ مهمترینش این بود که ما فکر میکردیم برای این که بتونیم به قدرت برسیم یعنی بتونیم سر پا بشیم منظورم نه بتونیم خودمون رو پیدا بکنیم بتونیم خوشحال باشیم این قدرت رو باید در دیگران جستجو کنیم نه در خودمون یعنی اونهایی که کنارمونن به همون انرژی مثبت میدن یا انرژی منفی میدن اونها میتونن ما رو بازی بدن اونها ما فکر میکنیم کنار اونهاییم که میتونیم خوش باشیم چون اقرب نشان شراکت دیگه اقرب نشان شراکت دیگه. جاییه که ما با دیگران شریک میشیم روحمون رو جسممون رو شریک میکنیم حد و مرز همون رو بر میداریم محدودمون رو باز میکنیم و اجازه میدیم که دیگران وارد حد و مرزهای ما بشن اعتماد بحث اعتماد اینجا پیش میاد چون اقرب یه همچین انرژی داره وقتی که ماه گرفتگی شروع شد از ماه می ما رفتیم توی فازی که ب... یعنی باید یاد میگرفتیم که تا چه حد باید برای دیگران خرج کنیم خودمون رو تا چه حد میتونیم روی اونها سرمایه گذاری بکنیم تا چه حد این حد و مرز گذاری همش همینه تا چه حد میتونیم خودمون رو با اونها شیر کنیم بنابراین از ماه می در سال 2022 بیایم تقریبا تا ژانویه و فوریه 2023 ما داشتیم این درس رو یاد میگرفتیم که باید حد و مرز رو در خرج کردن انرژیمون وقتمون محبتمون پولمون جسممون روحمون با دیگران متعادل کنیم بعد یاد میگرفتیم این درس و نتونستیم زود یاد بگیریم این حقیقتیه که زمانش باید بگذره زمان،, زمان یعنی زمان الهی باید برسه رسید به ژانویه و فوریه 2023 ژانویه و فوریه 2023 ما یکم تازه جا افتاد دوزاری هامون یکم افتاد که چجوری باید رفتار کنیم یعنی اون الگوها و فکرهای قدیمی رو شکستیم که با اون تفکر من نمیتونم همراه بشم با کسی اگر کسی میخواد همراه من بشه قرار نیستش که مثلا من با این تفکر نمیتونم با اونها همراه بشم اونها نمیدونم چجوری بگم شاید نزدیکی روح مهم بود شاید تفاهم مهم بود اما یه جورایی ما فکر میکردیم که خیلی باید خودمون مایه بذاریم خیلی باید خیلی باید مدل اقرب اعتماد کنیم شریک بشیم بعد یه جورایی بالانس به هم خورده بود میاد میرسه به جانوی و فوریه 2023 که توجه اون بیشتر میاد سمت خودمون و اینجا بیدار میشیم یکم که چه اتفاقی افتاده از می 2022 تا جانوی و فوریه 2023 اما تا میخوایم خودمون رو پیدا بکنیم و یه حرکتی بکنیم که از اون شرایط بیرون بکشیم خودمون رو میرسیم به وضعیت ونوس برگشتی مارس برگشتی فکر میکنم همون سال بود 2023 بعد ونوس برگشتی رو داشتیم یا مارس 2022 بود مارس 2022 بود ونوس برگشت 2023 بود ونوس برگشت نشان لیو اتفاق افتاد و اون ونوس برگشتی تازه شروع کرد میارهای درخشش خود ما رو در درون خود ما اونها رو شروع کرد تغییر دادن. یعنی ما باز نتونستیم در دنیای بیرون خیلی پیش روی بکنیم. اینها همه درونی بود. ما باید در درون خودمون رو پیدا می کردیم. ما باید در درون معیارهامون رو می ساختیم ما باید در درون اولویت هامون رو چیزا که برای مهم اهم اهمیت داره اونها رو باید می ساختیم. رسیدیم به اکتبر 2023 در اکتبر 2023 ما گرفتگی داشتیم روی محور ترازو و تارس یعنی ترازو که همون داستان رابطه ها و بعد تارس که موضوع ارزش ها و میار و همه اینها رو دوباره یعنی چی میگن ضربه زد موج انرژی وارد شد بعد اینجا چون ماه گرفتگی بود در نشانه تارس خب خورشید کجا بود خورشید در نشان اقرب بود بنابراین ما در نشان اقرب خورشید رو داشتیم و دوباره همون داستانایی که به کی اعتماد کنیم و به کی اعتماد نکنیم چقدر باید چقدر باید خودمون رو به اشتراک میگذاشتیم همه اینها همه اینها برون ریزی کرد هم خورشید اون موقع توی اقرب بود هم مارس توی اقرب بود هم مرکوری توی اقرب مارس و مرکوری هم یادمه که در پیوند با هم دیگه بودن و بدون شک مارس و مرکوری در کنار هم تنش کلامی رویارویی ارتباطی اینها ایجاد میکنن خیلی ها تنش ها و برخورد هاشون از همون اکتبر 2023 شروع شد یعنی بین رابطه ها که من چقدر دارم خودم رو خرج میکنم تو چقدر داری خودتو خرج میکنی من چقدر دارم مایه میذارم تو چقدر داری مایه میذاری بخاطر اینکه ترازو هم همینه دیگه ترازو یعنی چی یعنی سنجش یعنی ببینیم چقدر میدیم چقدر میگیریم یعنی همین چقدر بالانسیم چقدر در تعادلیم تعادل یعنی چی یعنی اینکه اون چیزی که انرژی که داره میره با انرژی که داره میاد باید برابری بکنه اون چیزی که داره گرفته میشه باید با اون چیزی که داره داده میشه باید تعادل تعادل برقرار باشه بینش و اونجا وصل میشه حالا اون ماه گرفته و خورشید گرفته اونجا وصل میشه به این قسمت به همین انرژی که الان داریم باهاش رو برو میشیم از اون موقع ما وضعیت لرزان رو یعنی زمین سست رو احساس کردیم تو وضعیت پولیمون تو وضعیت عاطفی رابطه ایمون این رابطه هم رابطه بیزینسی هم رابطه عاطفی هم رابطه پولی هم رابطه دوستی هم رابطه خانوادگی هم رابطه همسری هم این همش هست اون جایی که سوست بوده از ماه اکتبر تا این ور دائما زلزله خورده و حالا وقتی که ما ماه گرفتگی داریم ماه گرفتگی مثل اینه که خورشید گرفتگی خورشید گرفتگی انرژی جدید میاره اما ماه گرفتگی مثل اینه که ما باید باز تا به اون چیزی که در گذشته بوده رو ببینیم یعنی انگار که یعنی انگار که دیگه آینه میگیریم دستمون پشت سرمون رو نگاه میکنیم شیش ماه گذشته شیش ماه گذشته هر چیزی که ناتموم موند یک، یه یعنی یه چیزی انگار بیرون اومد اما کامل نریخت بیرون یه چیزی پدیدار شد اما کامل پدیدار نشد خب این اگر سربسته موند اگر که به جایی نرسید اگر که چجوری بگم یعنی که حل نشد منظورم اینه اگر حل نشد اون موضوع دوباره تحت تاثیر این ماه گرفته که الان داریم خورشید گرفته که بعدش و مرکوری برگشتی که الان چند روز دیگه شروع میشه دوباره همه اونها مطرح میشه دوباره باید صحبت بشه برای اینکه یونیورس چیزی رو حل نکرده رها نمیکنه و باید حل بشه و ما باید یاد بگیریم که چه چیزهایی رو پشت سر بگذاریم از چه چیزهایی بگذاریم و چه پترن رفتاری رو یعنی الگوهای رفتاری رو دیگه تکرار نکنیم ببینید موضوع این تکرارها خیلی مهمه موضوع این تکرار هاست که اصلا داستان زندگی ما رو میسازه ما وقتی که کودک هستیم هممون در یک خانواده متولد میشیم که حالا من میگم تصادفی نیست که در اون خانواده متولد میشیم به خاطر اینکه ما اولین جایی که اولین جایی که شروع میکنه درس های ما بذرهاش کاشته میشه همونجاست یعنی چی یعنی اون درس هایی که اومدیم در این دوره زندگی بگیریم رو در همون خانواده شروع میکنه بذرهاش کاشته میشه که رشد بکنه و ما اونها رو یاد بگیریم ببینید اول اینکه این ماه گرفتگی در پنج درجه نشانه ترازو اتفاق افتاد و در تراین با پلوتو پلوتو در یک درجه خورده یا آکواریوسه برای این خیلی مهمه چون چون ماه گرفتگی ند جنوبی بود نود جنوبی یعنی اینکه ما رو روبرو میکنه با اون الگوهایی که از قدیم بوده یعنی پرونده های ناتمام کارمایی تا اینکه ما اون گره ها رو بتونیم باز بکنیم خب این نکته مهمه یعنی اگر من دارم میگم ما میخوایم از این الگوها بیایم بیرون بیایم بیرون بیایم بیرون به خاطر اینکه نود جنوبی این وسطه و نود جنوبی میخواد اینا رو بشکنه حالا اینها از زمانی که ما بچه بودیم در ما شکل گرفته بعدا تبدیل شده به رابطه با دوستان رابطه با نمیدونم کسی که دوستش داریم رابطه با محیط کار رابطه همکاری رابطه شغلی رابطه بیزینسی هر چیز اما پایش از همون دوران کودکی خودمون در خانواده در خانواده الگوهای رفتاری ما پدرمون مادرمون خالمونه مادر, خالم مادر بزرگمون نمیدونم برادر بزرگ خواهر بزرگ امو همه اینها به خصوص پدر و مادر یعنی اولین جایی که الگو سازی داره برای ما اتفاق میفته همون پدر و مادر رفتارهاشونه حالا حتی خیلی گفتارهاشون هم نه رفتارهاشون و ما در اون شرایط یک چیزهایی رو شروع میکنیم یعنی یک بذرهایی در ما کاشته میشه شروع میکنه شکل گرفتن از بعضی از اونها چیزهایی که میبینیم آسیب میخوریم بعضی از اونها رو برای خودمون قدرت میدیم و بعدا وقتی که میایم تو محیط اجتماع میایم تو جامعه حالا بزرگ میشیم طبق همون چیزهایی که اون موقع ضبط کردیم در حقیقت دیدید ما همیشه میگیم تو فرهنگ خودمون میگیم که بچه همه چی رو ضبط میکنه حواستون باشه چی میگید چی کار میکنید جلوش وقتی که این همه این چیزهایی که ضبط کردیم رو بعد شروع میکنیم یه جورایی پلی میکنیم پلی میکنیم اجرا میکنیم یعنی همونها رو انگار که ما یک داستانیه یعنی فکر نکنیم مثلا فقط داستان خال سوسکر رو مثلا شنیدیم بز قندی رو شنیدیم همون خال که که بز قندی رو ما پلی میکنیم بازی میکنیم انگار که صحنه زندگی برای ما میشه تئاتر ما همونها رو اجرا کنیم، همون کاری که پدرمون کرده مادرمون کرده اونها رو خوشمون اومد خوشمون نیومد داییمون یه چیزی یه بار بهمون به گفت و مون تو ذهنمون برای خود من خیلی پیش اومده همه یعنی وقتی الان دارم میگم یاد هر کدوم از اینا میفتم که چقدر مثلا فلان جمله که شنیدم باعث شد که مثلا اعتماد به نفس من در آینده تحت تاثیر قرار بگیره به عنوان مثال حالا چه برسه به اینکه با, با اونهایی که زندگی میکنیم هر روز و هر دقیقه و هر لحظه و هر ثانیه دارن برای ما دارن برای ما بذر بذر میکارن یعنی دارن در ما یه چیزی رو ایجاد میکنن فرم میدن بعد ما میایم بزرگ میشیم و این قانون جذب اینجا کار میکنه همون چیزهایی رو که اون موقع در ما کاشته شده همون آدم ها، یعنی آدم های مشابه اونها رو شروع میکنیم جذب کردن به خودمون چرا برای اینکه داریم مشابه سازی میکنیم به همین راحتی داریم مشابه سازی میکنیم اون آدم ها رو میکشیم تو زندگیمون بعد شروع میکنیم همون جوری که خانواده بازی میکرد ما هم بازی میکنیم حالا ممکنه که بگیم نه اینجوری نیست چرا اگر عمیق نگاه بکنیم و بریم ریشه های مشترکش رو پیدا بکنیم میبینیم که دقیقا همون یه جاهایی کمبود داشتیم یه جاهایی زخم خوردیم حتی کمبود هامون رو آدم های مشابه داریم جذب میکنیم تا اون کمبود هامون رو ارضا بکنیم حتی اون کمبود رو برطرف کنیم بعد برای اینکه مثلا یک بار برطرف نمیشه که دوبار فوری که برطرف نمیشه ما میایم دائم همون آدم های مشابه رو به خودمون جذب میکنه من میگیم نمیدونم چرا من همیشه آدم های اینجوری میان سر راه گفتم براتون دیگه مثلا در مورد خود من من ونوسم تو ماهیه ونوس توی ماهی آدم های درد کشیده و زجر کشیده رو جذب میکنه به خودش برای اینکه دوست داره که دل سوزی بکنه شفیق باشه محبت بکنه عشق بی و شرط بده در نتیجه اونها میان سمتش تا این هی خودشو ارضا بکنه شفقت و دلسوزی و محبت و عشق بی و شرط و ساپورت کردن و حمایت کردن این خودش خودشو ارضا بکنه بعد برای من مثلا ونوس هم در زاویه سختیه با نپتون یعنی نپتون حاکم ماهی خودش در زاویه سختیه با ونوس من توی ماهی کجا تو خونه هفتم در نتیجه آدم هایی که تازه میان خیلیاش توهم منه که اونها نیاز دارن به حمایت من و من اونها رو خودم اینجوری میسازم یعنی نپتون حالت ساخت فیلم داره دیگه حالا این دارم میگم برای اینکه براتون شکل بگیره توی ذهنتون که به چه ترتیب اینها با هم انرژی ها کار میکنه. آدم هایی رو میسازیم آدم هایی رو که میخوایم اون چیزی که در درونمون حس ارضا شدن بهمون به میده اون رو بتونیم پیاده بکنیم و بتونیم خیلی وقتها خودمون رو التیام ببخشیم صدای خور و پوف اگر که میاد صدای خور و پف سگ من کنارم خوابیده داره خور خور میکنه نمیدونم چقدر توی, دو... توی خب وقتی که ما اون الگوها رو میسازیم اون الگوها رو تکرار میکنیم اون الگوها رو اجرا میکنیم همه اینهایی که پیش میاد بعد به یه نقطه می رسیم که یونیورس میگه دیگه باید این بازی تموم بشه با پخته شدی باید این بازی تموم بشه معمولا با نودها همراهه چون نودها دروازه های کارمایی یعنی انرژی میره انرژی جدیدی باید وارد بشه الگویی باید شکسته بشه اینجا دیگه پلوتو وسط قطعا پلوتو وسط نودها وسطا این که میگم پلوتو وسطه حالا برید نگاه بکنید ماه جون جولای گذشته 2023 سپتامبر جون جولای سپتامبر پلوتو در 90 درجه با نودها دقیقا از همون زمان شروع شد که ما ببینیم چه تاجی به سر خودمون زدیم با رفتارهایی که داریم ما وقتی که میگیم که مثلا با دیگران میشن بازتا به ما اینجوری نیستش که من اگر به یکی بد کردم اون داره به من بد میکنه اگر به یکی خوب کردم داره به من خوب میکنه نه این خیلی سطحیه این تفکر تو به من اینجوری کردی پس حالا داره بهت اینجوری میشه نه اینجوری نیست اینجوری نیست اینی که من خودم رو در آینه دیگران میبینم یعنی این که رفتار دیگران نتیجه رفتاری که من دارم میکنم اگر درها رو خیلی باز بگذارم همه از حد و مرزشون برای من میگذرن فهمیدید چی میگن؟ اینجوری داستان اگر اجازه بدم که از انرژی من دزدیده بشه از وقت منم دزدیده میشه از دانش منم دزدیده میشه از پول منم دزدیده میشه نمیدونم از خونه منم دزدی میشه از همه چی دزدی میشه چون یونیورس اسمارت اسمارت یعنی هوشمنده یونیورس هوشمنده در باز گذاشتی خیلی خوب بیایید مثل اینکه مثلا توی بدن ما هم همین حالته مثلا وقتی که گیرنده های سلولی اعلام میکنن که کلسیوم میخوان یه دفعه یون کلسیوم شروع میکنه وارد شدن به سلول یعنی چی؟ یعنی داره اجازه میده درها رو باز میکنه حالا این وسط ها ممکنه یه چیزهای دیگه هم یواشکی بتونن وارد بشن چراشون درها بازه ما همین کار رو میکنیم با خودمون همین کار رو میکنیم و تنها راه نجاتش هم آگاهیه تنها راه نجاتش اینه که ما خداگاه بشیم و یه چیز جالبی که اون وقت من براتون بگم من سال 2023 با خودآگاهی اجازه دادم که این دزدی ها... یه دزدی از من اتفاق بیفته نه دزدی وبسایت نه یه دزدی دیگه با خود آگاهی اجازه دادم چرا برای اینکه یکی از عزیزترین کسام از من خواست که چشم تو ببند به این داستان به خاطر من میدونید به خاطر من بگذر و با اینکه میدونی سوء استفاده میشه ازت قبول کن بذار به خاطر من چی بگم و اون عزیزترینم پسرم به خاطر پسرم من چشم به یه موضوعی بستم وقتی که چشام به اون موضوع بستم پشت سر هم از هر طرف انگار که این حمله اتفاق افتاد من میدونستم اما چیکار باید میکردم این خواهش پسرم بود میخوام براتون اینو بگم که رفتارهایی که ما میکنیم الگوهایی که ما داریم باید الان شکسته بشه دیگه نمیتونیم بگیم به خاطر این به خاطر اون به خاطر اون هر جوری که هست داریم بازتابش رو میخوریم بازتابش داره بر توی صورتمون سطران توی ماهی همینو میگه یعنی چی میگه درس که یعنی سطران میگه درس, درس تو بگیر ماهی از گذشته گذشته ماست ماهی وقتی که سترن میاد وسط ما هر چیزی هر چیزی که از گذشته ناتموم مونده واسطابش میاد 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 تموم هم شده حتی یعنی ما رفتارمون رو الگوهای زمیر ناخداگاهمون رو ماهی جای اقیانوس دیگه اقیانوس اون زیرش جایی که دیده نمیشه اعماق آب دیده نمیشه اما همه چیز اونجا هست اونا میاد بالا وقتی که سترن هست اینا رو درسش رو به ما میده و ما چاره ای نداریم ما چاره ای نداریم بنابراین نوترین انرژی زمانی اتفاق میفته که پیوند سترن و نپتون در صفر درجه قوش پیش میان اما تا اون موقع همونطور که براتون گفتم یک جهش بزرگ با پیوند اورانوس و جوپیتر اتفاق میافته در ماه اپریل و من ایمان دارم که ماه اپریل و می و ماه جون برای خیلی از ما تغییر و جابجایی و شرایط یعنی بسیار بزرگ اتفاق میافته و خیلی از ما خودمون رو از زندان ها آزاد میکنه و این زندان ها الگوهای رفتاری خودمون آدم هایی که به خودمون جذب کردیم نتیجه الگوهای رفتاری خودمونن اگر که ما آگاه بشیم از اونها رابطه رشته های اتریمون بندهای اتریمون با اونها پاره میشه با اون آدم ها پاره میشه با اون آدم هایی که خودمون کشوندیم آوردیم توی زندگیمون تا الگو سازی کنیم تا زخم هامون رو التیام بدیم تا کمبودهامون رو پرورش بدیم انگار که یه میوه میرسه از درخت میفته این حالت میشه این چیزی که الان دیگه هستش کردم یعنی انگار که این جدایی بند ناف اتفاق میافته و یه جورایی هر کس در جای خودش میره یاد یه سریالی افتادم یادم نمیاد الان اسمش چی بود انگار که یک فضای انگار یک تلسمی برداشته میشه این حالت انگار یک تلسمی برداشته میشه و اون آدم هایی که داشتن توی خواب انگار اجرا میکردن خدا این چه چیز بود توی ذهن من این یه سریاله این آدم هایی که توی خواب هر کدوم داشتن توی یک سناریویی بودن و برمیگردن سر جاشون هر کدوم برمیگردن سر جاشون و بیدار میشن یه همچین حالتی خب برابر این ما در تب و تاب رابطه ای و خودمون رو پیدا کردن هستیم به شدت در ماه اپریل و می و من نمیتونم بگم فقط اپریل یا میه به شدت در اپریل و می ما داریم خودمون رو پیدا میکنیم و جایگاه خودمون رو پیدا میکنیم و هویت خودمون رو پیدا میکنیم مرکوری برگشی در نشان قوچ تازه مستقیم میشه دوباره با کایران دیدار میکنه ما زخم هامون رو میشناسیم زخم های هویتیمون رو و اگر یادتون باشه مرکوری خودش پزشکه مرکوری در جایی که سیاره حاکم برخوش است خودش دارو سازه خودش مرهم می سازه بنابراین ما میشیم مرهم زخم های هویتی خودمون و اون وقت دیگه در دیگران دنبال این نیستیم که اونها رو یه جورایی بیاریم تو زندگیمون تا اون از طریق اونها خودمون رو مرهم بگذاریم این داستانه این محور قوچ و ترازوه که الان داره توش خیلی اتفاقات میفته اما سیارات زیادی هم در نشان ماهی هستند مارس در نشان ماهیه و ما نباید فراموش بکنیم که نشان ماهی نشانیه که برمیگردیم به گذشته تا گذشته رو پاکسازی کنیم مارس در نشان ماهی این کار رو میکنه خیلی پیش رونده نیست بیشتر روی گذشته نگاه میکنه و هر جا که لازمه رو کات میکنه بیشتر درونگراست و وقتی که مارس بیاد توی نشان قوچ و مرکوری هم مستقیم بشه در نشان قوچ اون موقع است که با نود شمالی دار میکنه ونوس هم توی نشان قوچ اینها همه اون انرژی قوچ اوج میگیره در حقیقت انرژی آتش اوج میگیره در حقیقت و اون موقع است که ما به شدت انرژی اون تولد رو دریافت میکنیم اما الان ما یه جورایی در حال در حال آنالیز کردن و بررسی کردن این بازتاب هاییم این آدم اون آدم این رفتار اون رفتار رفتار من رفتار من چجوری باید ادامه پیدا بکنه آیا اینجوری باید ادامه بدم با این شرایط در این محیط در این ارتباطات همه این حالت به خصوص این که نشان ترازو دایم داره فکر میکنه داره داره دائم داره فکر میکنه و داره سبک سنگین میکنه نشان ترازو نشان فکر کردن چند باره است در حالی که نشان قوچ نشان عکس عمل سریع قریزیه یعنی چی؟ یعنی فکر نمیکنه که چی کار کنم بعد روی اون کاری که کرده دائم مرور نمیکنه که آیا خوب بود یا بد بود همون جوری که باید اون لحظه مثلا در حس درونی خودش هلش میده اون کار رو میکنه و ما به این نقطه میرسیم یعنی خود به خودی یک حرکت خود به خودی رو انجام میدیم متناسب با سطح آگاهیمون نشان ترازو نشانیه که هم روی هاش فکر میکنه هم روی رفتارهاش فکر میکنه چی کار کنم چی کار نکنم اما قوش اینجوری نیست پس این مرکوری برگشتی ما رو به جایی میرسونه که در حقیقت ما مثل یک حیوان یک حیوان درون یعنی حیوان درونمون این بد نیست ببینید حیوان در لحظه میدونه که باید کجا واکنش نشون بده خیلی وقتها طبیعتا این کار رو میکنه مثلا تشنست میره آب پیدا میکنه طبیعتا ما این وقتی که این قوچمون بیدار میشه ما اون, اون قدرت طبیعی درونمون شروع میکنه به قدرت گرفتن به به اوج گرفتن وقتی که این حالت پیدا بشه ما بیشتر خودمون هستیم تا توجه بکنیم به دیگران بید نشانه ترازو توجه میکنه دیگران چجوری در مورد من فکر میکنن این انرژی پایینشه قضاوت دیگران براش مهمه و برای اینکه از قضاوت دیگران خودشو در امان نگه داره شروع میکنه خودش دیگران رو قضاوت میکنه تو اینجوری کردی تو اونجوری کردی من اینم من اونم من اونم و خودش رو محافظت میکنه من من میکنه این بوده فرکانس پایین ترازوه من خودم اینم من خودم اونم داره محافظت میکنه خودش رو قضاوت این محور قوچ ترازوه بیماره در حقیقت زخم داره زخم هویتی داره داره تلاش میکنه خودش رو خودش رو از قضاوت دیگران در امان نگه داره برای همینه داره حمله میکنه که قضاوت کنه بقیه خب اینها خیلی مهمه اینا خیلی نکات ریز مهمیه که ما الان به خصوص داریم باهاش روبرو میشیم اگر نگاه بکنید. برای همین بهتره که با این همه انرژی ماهی هم که داریم الان یکم رو خودمون تمرکز کنیم رو درون خودمون متمرکز بشیم و واقعا ببینیم که کدوم یکی از پروگرام های وجودیمون رو باید بشکنیم نه اینکه بریم به یکی بگیم تو این پروگرام تو بشکن نه آینه رو برگردون سمت خودت خودت اگر کسی انگشت میگیره سمت شما و میگه تو اینی تو اینی تو اینی بدوی داره خودش فرار میکنه تو اینجوری کردی تو اونجوری که ببینید داره خودش فرار میکنه آینه رو بگیر سمت خودت اونجایی که لازمه حد و حدود خود رو ببند اونجایی که لازمه رشد کن اونجایی که لازمه اعتماد به نفس خودت رو تقویت کن اونجایی که لازمه عزت نفس داشته باش اونجایی که لازمه زخمات رو برطرف کن چی کار به زخمای اون اون داری؟ اگر کسی به درجه از آگاهی رسیده که متوجه زخم ها میشه آینه رو سمت خودش و اول زخمای خودش رو درمان میکنه و زمانی میره سراغ بقیه که بهش بگم بیا به ما کمک کن نه اینکه بدون اینکه طرف مقابل چیزی بهش بگه بره بگه تو اینی تو اینی تو اینی نه اون کسی که میگم میاد شما رو قضاوت میکنه بدونید که میخواد یعنی یه جورایی به شما اتک بکنه تا خودش قضاوت نشه خب این یک زخم درونی خودشه زمانی شما میتونید به یکی کمک بکنید که از شما کمک بخواد زمانی شما میتونید به یکی بگید که تو این مشکل رو داری تو این کمبودی رو داری تو این نمیدونم زخم رو داری که اون بیاد بگه که مثلا راشل آیا تو میتونی به من کمک کنی مثلا خب. یعنی میخواد بعد شما میشینی میگی که خب بذار با هم دیگه باز بکنیم آنالیز بکنیم و وقتی که اینجا حرف میزنید اینجا دیگه حالت سرزنشی و قضاوت نداره اینجا دارید آنالیز میکنید و نقاط مثبت و منفی یا قوت و ضعف رو بیرون میکشید تا با توافق اون طرف بخواید بهش کمک بکنید این کاری که مشاور میکنه و چقدر این هفته ها مناسبه برای اینکه ما بریم پیش یک مشاور بریم پیش یک مشاور یعنی ببینید چه اتفاقی داره میفته یا میریم پیش مشاور کمک میگیریم در رابطه هامون حتی یا برای خودمون یا الگوهای رفتاریمون رو میشکنیم یا رابطه هامون شکسته میشه این حالت یعنی یکی از اینا داره اتفاق من. یا ارتقا میدیم یا خداگاه میشیم خودمون بیرون میایم یا اینکه این شکسته میشه دوباره میفتیم توی یک توی یک چی میگن سیکل بعدی توی یک یادم نیست چی میگن میگرده دیگه یه چرخه بعدی به این ترتیب خب و امیدوارم که صحبت ها هم کمک کرده باشه تا بتونید شرایط خودتون رو آنالیز بکنید این چیزی که من میخوام در شما ایجاد بشه همینه که این صحبت ها کمک بکنه تا شما بتونید موقعیت خودتون رو آنالیز کنید وگرنه ما قرار نیست که موقعیت دیگران رو آنالیز کنیم ما موقعیت خودمون رو آنالیز میکنیم و هر کس بر اساس درک و آگاهی خودش خداگاهی خودش از شرایط خودش به یک نقطه ای می میرسه که متوجه میشه چه چیزی رو باید پشت سر بگذاره و چه چیزی رو باید در هفته های گذشته شکوفا بکنه بشکفه و تولد جدید در بارش تجربه بکنه خیلی از خیلی از به اوتهای ایگو ما داره پاکسازی میشه چون مارس ایگو میره توی نشان ماهی پاکسازی میشه بنابراین توجه بکنیم به خودمون ایگو خودمون و سرعت رو آهسته بکنیم درونی باشیم مارس درونی مرکوری برگشتی سرعت آهسته میشه تا ما بتونیم بهترین نتیجه گیری رو درباره خودمون و شرایطمون از این انرژی ها داشته باشیم دوستان عزیز امیدوارم که هممون بتونیم بهترین استفاده رو از این شرایط ببریم تا صحبت های بعدی و ویدیوهای بعدی خدا نگهدار لوهناهو و oh,